برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. همانند سالهای گذشته گرد همای مبلغان در آستانه ماه مبارک رمضان با بیانات مرجع عالی قدر آیت الله سید صادق حسینی شیرازی برگزار می شود. در همین راستا اطلاعی اطلاعی توسط بیت معظم الله منتشر شده که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسیده که بخشی از آن بدین شهر است. گرده همایی مبلغان با بیانات مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در آستانه ماه مبارک رمضان 1445 در روز شنبه 19 اسفند ماه 1402 ساعت 23 دقیقه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می‌گردد. نیروهای امنیتی عراق موفق شدند در جریان یک عملیات منحصر به فرد بر پایه اطلاعات دقیق از سوی سرویس اطلاعات نظامی این کشور مخفیگاه سنی های تندروی داعش را در استان کرکوک هدف قرار دهند ارتش عراق با جنگنده های اف 16 مخفیگاه عناصر داعش را در منطقه الشای واقع در کرکوک هدف قرار داد تعدادی از عناصر تروریست که در این مخفیگاه حضور داشتند به هلاکت رسیدند و حل... محل مذکور به صورت کامل نابود شد. تجهیزات جنگی و سلاح‌های عناصر داعش در این مخفیگاه نیز منهدم شد. شورای علمای اندونزی رهنمودهای حیاتی ماه مبارک رمضان را با هدف تقویت رشد شخصی و رسیدگی به چالش‌های اجتماعی با تاکید بر بخشش، سلامتی و دانش با مردم به اشتراک گذاشت، تامبانگان، دبیر کل شورای علمای اندونزی در آستانه ماه مبارک رمضان، پنج پیام کلیدی برای مسلمانان سراسر اندونزی صادر کرد و بر اهمیت ماه مبارک برای تقوای فردی و اجتماعی تاکید کرد. او در بیانی که در جاکارتا منتشر شد اقداماتی را با هدف تقویت بخشش قدر دانی عبادت خالصانه سلامت و آموزش در میان مؤمنان تشریح کرد دکتر علی رضا اسکری باستانشناس و مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید از پدیده فرونشست زمین در تخت جمشید پاسارگاد و, پاسارگاد و نقش رستم خبر داد به افزود فرون شهست مهمتری میراث جهانی ایران را در دشت مرو تهدید می و آثار این فرون ها حالا به دشت پارسه، نقش رستم و آرامگاه کوروش در پاسارگاد نیز رسیده است. او ادامه داد تا ده سال آینده آب قابل شور در تخت جمشید و پارسه و دشت مرو وجود ندارد و تمامی چاه‌های آب به دلیل شوری زیاد غیر قابل استفاده می شود. به محلی گزارش دادن بر اثر ریزش شدید باران، سیلابی شدن مسیل ها و محاصره صدها روستا در سیل، منازل مسکونی گلی شهروندان سیل زده در حال تخریب شدن هستند. مرکز بحرانی سیل در بخش پیر سهراب، بخش پلان و بخش تلنگ می باشند که صدها روستا در محاصره سیل و امداد رسانی تنها توسط شهروندان به دلیل نبودن امکانات مناسب به کندی در حال انجام است.